الان یک مهمونی دارم که خیلی برام عزیزه. خب وقتی فردا مهمون مهم داری و میخوای دیگه نهایت هنرتو نشون بدی، قراره بشه قرمه سبزی دیگه، دعا کنید. چطورید بچه ها؟ امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. صدای کولر رو نمیتونم قطع کنم چون خیلی گرممه با عرض معذرت. همین که اینو پوشیدم خودش داره کلافم میکنه، ولی دیگه حالا تموم ببخشید. اصلا نمیدونم که میاد یا نه، ولی دیگه گفتم که عذرخواهی ما کرده باشم. نمیتونید تصور کنید که چقدر خوشحالم. چی میگی؟ حالا بذارید همزمان آرایشمون هم بکنیم چون که مهمون من ناهار داره میاد و الانم 12 خورده ای. بچه ها حتما از تامنیل و تایتل دیدین که من الان یک مهمونی دارم که خیلی برام عزیزه. خب جون خیلی برام مهمه. اولا که باورم نمیشه داره میاد. خب خیلی سال ندیدمش. حالا کیه مهمونم؟ معمولا برای میکاپ های سبک پرایمر نمیزنم، ولی خب دیگه امروز خیلی کار و اینا دارم، گفتم چرا صورتم برق میفته. ببین بچه ها، اون زمانا که من کوچیکتر بودم و کلاس کاراته میرفتم، یک استادی داشتم که خیلی دوستش میداشتم. خب توی کاراته و کلا ورزش های ژاپنی به استاد میگن سنسی. هن؟ اسمم زیاد زدم کانسیلر. کلا توی زبان ژاپنی معلمم میشه همون سنسی. برای همین اینو الان بکش کنم درست میشه. منم به ایشون میگم چی؟ میگم سنسی. حالا اینکه من 6 سال کاراته کار نمیکنم و اصلا اختلاف سنیم با ایشون انقدر زیاد نیست، مثلا 3 4 سال از شوهرم بیشتره، آیا برام مهمه؟ خیر، سنسی. اسمشو نمیتونم بگم. ببخشید. یعنی الان کلا به من برخورد. آقا این قضیه کلا از نظری من که انلم تا لکمتم. مثلا علت اینکه کارا سر دیگه ادامه ندادم همین بود که سنسی مهاجرت کرد و اون زمان من 16 سالم بود. الان دیگه مثلا هفته دیگه داره میشه 23 سالم و مدیونید اگه بدونید من میدونم بیاد چطوری قرار رفتار کنم. یعنی من الان یه خانم 23 ساله متأهلی که درآمد خودشو داره دانشگاه رفته و اینا نیستم. من همون دختر 16 سالم که کلاس کارات میرفتم. این بچه‌ها یکی از تاثیرگذارترین آدمای زندگی منه و یکی از آدمایی که واقعا باعث شد من بتونم اون زمان که نوجوان بودم تروماهامو هندل کنم. اصلا تو کلاس سنسیم واقعا بحث فقط کاراته نبود، حواسش به همه چیه زندگی هممون بود. برای همینه که من خیلی دوستش دارم و خب الان از زمانی که مهاجرت کرده تا الان دیگه ندیدمش، 6 7 ساله که ندیدمش و یهو فهمیدم اومده ایران، دعوتش کردم بیاد. البته چند هفته است اومده ولی خب سفر و اینا بود دیگه، امروز قرار شده بیاد. الانم یکی از بچهای اون دوران قدیم زنگ زده بود که آدرس فرسه به اونم گفتم بیاد. این اون زمان بچه بود، خب مثلا من 16 سالم بود، این چند 10 11 سالش بود. الان دیگه خیلی گذشته دیگه، خانم شده، دبیرستانی شده، 16 ساله شده. میخواستم سورپرایزش کنم، حقیقتا نمیخواستم بهش بگم که سنسی هست، ولی جوری بودش که وای من امتحان دارم، من نمیام، من فلان، من بیسار، امروز امتحان بینگول دارم، فردا امتحان چینگول دارم. من دیگه گفتم شاید نیاد. بهش گفتم مثلا ببین سنسی هست، باشه بیا. گفتش ای چرا گفتی سورپرایزم کرد؟ گفتم تو گذاشتی ما سورپرایزت کنیم دیگه، مجبور شدم بگم دیگه. خلاصه که الان علاوه بر این که خیلی خیلی خوشحالم، خیلی هم بینگولم هم هست. اصلا نمیدونم بعد چیکار کنم، دست و پامو گم کردم. تازه این الانه، خودشو ببینم ببین چه چیزی. خب اون موقع ها مثلا الان که نه. خب الان تو این چند سالی که سنسی مهاجرت کرده ما خیلی با هم دیگه حرف میزدیم روی واتساپ و اینا، دیگه تقریبا مثل دوست شدیم، ولی اون موقع ها که اینطوری نبود، نفس نمیذاشت بکشیم سر کلاس. ما هم خیلی ازشون میترسیدیم خب، چون که واقعا استاد جدی بودن، اصلا شوخی نداشتن سر کاراته. و مخصوصا وای وای، مخصوصا شاگرد جدید که میومد کل ما ارشدا رو به خط میکرد و سرفه میکردیم، پتکمون میزد، سرفه میکردیم. و برای اینکه مثلا حساب کار دست اونا بیاد، خب اونا رو که جلسه اول نمیتونست خیلی زیاد بزنه، مثلا اینجوری بودم که مثلا چی سرفه کردیم بیا اینجا بپا چوب میزد، محکم میزد و انقدر من دست و پا و کمر و همه جام کبود شده. سنسی اگه داری ویدیو رو میبینی خدا شده خیلی وقت ناحق من رو زد. ابرامو یادم رفت درست کنم. بچه کلن هم اگه الان از نظرتون یه خورده عکس العملای من اینجا پودر ریخته، عکس العملای من اگزاجره است، شیشی، باید بدونید که این به خاطر همون فضای رزمیه که ما توش بودیم. برای رزمیکارا استادشون یعنی بوت میپرستنش. سنسی منم که خب حالا خدای از حق نگذریم فراتر از یک استاد بود برام، استاد رزمی میگم، واقعا حواسش به همه چیز زندگی هممون بود، منم چجوری وقت میکرد. خلاصه که الان اصلا خیلی خوشحالم داره میاد، خیلی ها بارم نمیشه میخوام ببینمش بعد این همه سال. وای اون وقتا مثلا من یه سفر میرفتم یه هفته نق 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 به مامانم که برگردیم، واقعا نمیتونستم کلاس دور باشم، باورم نمیشه که 6 7 سال ندیدمش. زمانی که سنسی مهاجرت کرد ما
هممون وای نگاه همین الان صورتم عرق کرد. چون نه من و نه تکنیک میکاپم و هیچ کدومو جاج نکنید چون واقعا گرمه. آره زمانی که سنسی مهاجرت کرد ما هممون شروع کردیم ار گریه کردن و قصه خوردن و اینا که وای حالا ما بدون کلاس کاراته چیکار کنیم. و اون زمان من واقعا یعنی از مخیلم نمیگنجید که دفعه بعدی که سنسی رو میبینم ازدواج کرده باشم و خونه خودم باشم. میگم الان اصلا من الان فراموش کنید من الان همون دختر 16 ساله ام که کلاس کاراته میرفت و سنسی حساب میبرد. من الان اونم این منی که اینجام این منی که میگم من نیست. ایپ که گرم شد دیداشم میموردم عطر رم بزنیم و بریم که یکی ماری خریدم بریم بچینیم تو ظرف. کلشم از این مویز و توتا گرفتم. به مهران گفتم جاروبرقی بکش انقدر بد کشید که خودم یه بار دیگه کشیدم. خب بچه ها سنسی الان به من پیام دادش که من نزدیک خونتونم چند دقیقه دیگه میرسم و همه اینا واسه چای یه بار دیگه بزنم آبش پیش بیاد. یه حالیام. نمیدونم دست خودم نیست. خیلی خوب. اولا که تا الان مثلا از وقتی که اومدن ایران تلفن نزده بودیم همش روی وایس و تکست و اینا بودیم. الان زنگ زده هم یه جوری شدم. میخوام گریه کنم. تو رو خدا به من نگید که لوسی و نمیدونم عکسال عملت بینگوله و چینگوله و فلان. بس دیگه لوس بازی بس دیگه. فقط از این کارا میفهمم من چی میگم. اونم بعضیاشون اونایی که استادای خیلی خوب و خفن داشت. سوشا گود نایت بدین شهر است. خیلی خوشحالم. استرس دارم استریکس دارم. خب از سنت زنگ زد. وای سلام علیکم. خب بچه‌ها بریم ببینیم که سنسی چی برام گرفته. دستتون درد نکنه سنسی لازم نبود واقعا. بریم باز کنیم. خب اول این ظاهرا بعد اول باید این باز بشه. وایسید ببینیم. ای من چقدر این خوشگله. از این چیزه درسته گلدونه دکوراتیوه. وای خیلی خوشگله. چیزی هم که من زیاد دارم توی این خونه گل. اتفاقا میخواستم بگیرم یه دونه واسه اون شاخه های پنبم که گذاشتم اون پشت. گله یکی بزرگتره. اینجوری باید باشه. بینگولاشه. اینا دیدی این کوچیکتر از اینا؟ اینا دراشه. دراشه دیدی این اونجا گذاشتم معلوم نشد این شکلیه. خوشگله. متشکرم. بفرمایید بچه‌ها بیاد بهتون نشون بدم. اونو میبینید که سوخته؟ اون تقصیر فاطمه است. همش تقصیرش با فاطمه است. به خاطر اینکه انقدر دیر اومد الان بچه‌ها 5 بعد از ظهر ما می‌خوایم نار بخوریم. من از صبح اینو 10 بار گرم کردم برای همین سوختش. فدای سرت چیه؟ یه بار تو زندگیم سنسی اومده خونم بعد تحچیرم بسوزه. هرچی رو میدیم فاطمه بخوره. من سنسی و قرمه سبزی. اصلا سنسی و فاطمه دعواشون شده. اگه تو کامنت ها دارید هیت میدید که چرا میذاری مهمونتون ظرف بشوره من نمیخواستم. خیلی تلاش کردم. ببخشید دستتون درد نکنه. تو که قطعا ظرفا رو میدادم بشوری من با سنسی بودم. ببخشید و تحچیر من رو سوزوندی. بچه سنسی خب به شدت آدم روشن فکریه. اصلا اینطوری سی عقایدش رو تحمیل کنه. ولی نمیدونم چرا فاطمه سنسی رو میبینه موهاشو میده قبل از اینکه بیاد تو شالش رو داشت میکشید جلو. بچه یه چیزی هم بهتون بگم. من زمانی که سنسی مهاجرت کرد بودو رفتم ناخون کاشتم. قبلش نمیذاشت. یه چیزی هم جلو بچه ها بگم. قطعه گفتم ولی جلو شما نگفتم. خیلی منو به ناحق کتک زدین شما. خیلی من ببین کتک هایی که حقم بوده خوردم و نه که نخورده باشم ولی خیلی هم به ناحقم خوردم. اون موقعی که شاگرد جدید می اومد ما رو می زدین که حساب کار دست اونا بیاد. خب چه حق من هیچ کاری نکرده بودم. نمونه زیاده. نه نمونه زیاده. یه سری که سنسی من و فاطمه رو گذاشت همدیگر رو بزنیم. محکم هم بزنیم. چرا خب؟ چرا؟ وای من ما یه دونه همباشگاهی دیگه داشتیم. اون خیلی جوگیر بود. خب اسمشو میگم ادیتور ولی اسمشو سانسور کنه.
دارم میگم اون ببین وقتی که بهمون میافتاد مثلا سنسی میگفت همدیگر بزنید، ببین مثلا من و فاطمه خب به هم رحم میکردیم دیگه، حالا سنسی روشو برمیگردون دیگه اونقدر محکم نمیزدیم همون، ولی اصلا با قدرت تمام خیلی بدجور میزد. ببین اون چیزی که از نظر شما ناحقه از نظر من کاملا به حقه. خب مثلا یک شاگرد جدید میومده چرا ما باید کتک میخوردیم؟ ببین باید حساب کار میومد دستشون. خب به من چرا من باید تاوانشو میدادم؟ 6 تا میمون رو با هم دیگه میذارم توی اتاق و بالای یک نردبون چند تا دونه موز میذارم، میمونا به هوای این موزا میرن بالا. اینو شنیدم ولی بگید برای بچه‌ها. خب هر میمونی که تلاش میکنه بره بالا روشون آب سرد ریخته میشه، میمونایی که داخل اتاق هستن دیگه یاد میگیرن میدونن که به هوای موز نباید برن بالا. چرا؟ چون روشون آب سرد ریخته میشه. یه میمون از اتاق خارج میکنن، یه میمون جدید وارد میکنن. میمون جدید که میاد داخل اتاق از نردبون میخواد بره بالا که موز رو برداره، میمونای دیگه کتکش میزنن. چرا؟ چون میدونن که اگر این بره بالا روی میمونها آب سرد ریخته میشه. این کار ادامه پیدا میکنه، هی یه میمون رو خارج میکنن، یه میمون جدید وارد میکنن، دیگه همه میمون هایی که توی اتاق هستن میدونن که نباید برن بالا موزو بردارن. چرا؟ دلیلشو نمیدونن دیگه. دلیلشو نمیدونن. شما هم اگر کتک نمیخوردی شاگردای جدید دیگه همون خستگی رو بر من میذاشتن. مرسی. آموزش میدادم دونه دونه بعد روشون آب میریختم دیگه، من میخواستم توسط شما اونا رو تربیت کنم. این ولی خیلی داستان جالبه، این یه تحقیق واقعیه، داستان نیست، واقعا این کار کردم و به جایی میرسه که تمام میمونایی که تو اتاق بودن جدید بودن و حتی یک بارم روشون آب ریخته نشده بود، ولی نمیرفتن اون بالا. نمیدونستن که چرا باید برن. نه چرا نباید برن اون بالا. آره ولی این درسته، ولی خب کاش که شما آب سرد میریختی. من چقدر کبود میشدی تو؟ خیلی، ولی خب من عادت کردم. منم عادت کردم دیگه بعد یه مدت طبیعتاً. بچه‌ها سنسی به یه نکاتی دقت می‌کرد. یعنی مثلا اینطوری بودش که خب من می‌دونم که فاطمه باید بره دستشویی قبل از اینکه بره رو تاتمی، مثلا اون باید این کارو کنه، این باید اون کارو کنه. بعد هیچ جا داره که ما یه تشکر صمیمانه از شما بکنیم. مسابقه بود، قهرمان کشوری بود یا قهرمانی استان بود؟ استان بود. شما رو برده بودم که شما می‌ترسیدی قبل از مسابقه، استرس داشتی، اومدم بغلت کردم. آها. زمانی که شما رو بغل گرفتم قلبت تون تون میزن، بغلت که کردم دو تپش قلبت. آره آروم شد، اونم یادمه. سش می‌کردم. آها من یه چیز دیگه هم بگم، یه دونه مسابقه بود، نمیدونم یادتونه یا نه، که شما جزو داورایی بودید که نشسته بودین، نمیدونم مسابقه چی بود و شما به من رأی ندادین. چرا؟ بعد فکر کنم به بچا 5 تا داور میشینن بعد به رأی دیگه هر کی بیشتر باشه، و من فکر میکنم که 3 تا رأی آوردم، اون دو تایی که رأی ندادن یکیشون سنسی بود. و من پوکر اینجوریام، چرا سنسی؟ 3-2 پس بازی رو گرفتم. آره ولی شما رنگ نمیتونستم 4-1 بگیرم. نه ببین، من وقتی تو جایگاه قضاوت میشینم برام فرقی نمیکنه. من حتی شده برادرزاده خودم روی تاتمی اومده با غرور که عمش جز داوراست و داور وسطه و قطعا رأی رو میگیرم، اما بهش رأی ندادم چون از نظر من رقیبش مستحق برد بوده. فکر کنم این مسئله رو با فاطمه هم داشته باشه. تو هم شده سنسی. من حس میکردم سنسی از قصد ما رأی نمیده مثلا. نه اصلا اینطور نیست. من وقتی تو جایگاه قضاوت بشینم سعی میکنم که حق کسی رو نخورم. بچه‌ها ما بریم دیگه آف کامرا یه ذره مرور خاطرات کنیم. فاطمه نمیاد بشینه. اون بابا بیا بشین. میگم سنسی رو میرم فکر کنم یه کاری کردم. میگم سنسی چیکار کردین با این بچه؟ آره یه باشگاه دیگه بود، اینو بچه سنسی بر ما تعریف کرده بودش. سنسی رفتش میره بالا سر یکی از بچه ها بعد گیش میکنه دختره تو خودش از وحشت. بعد سنسی جوریه که من الان، حالا درسته که یه خورده بعد اخلاق هستم، من الان کاری نداشتم در حال حاضر. فاطمه همین الانم با سنسی چش تو چش نمیشه، من دیگه اونجوری نیستم. سنسیم کار داشت رفت، من الان افسردگی گرفتم. فاطمه خوشحالم از نفس راحت داره میکشه. متاسفم برام. چی کار به تو داره سنسی؟ نه بیا این برم. بابت این خوشحالم که واقعا اسم کردم کاری کردم بعد دیگه خیلی اذیت شدم. اصلا کی به تو کار داره؟ اصلا بنده خود من دارم نفس عمیق. بچه اصلا فاطمه تازه راحت شد، تا الان گوشه نشسته بود صداش در نمیومد، الان راحت شد.
خب بچه پیتزا درست کردم شام، این که هالوپینو نداره واسه فاطمه است، این واسه خودمه، اینم که سوتش باربیکیو واسه مهران گذاشتم. خواهیم انیمیشن ببینیم. مهران هم ملاحظه میکنید که بابا بسته، پاشو بیا. اولویت زندگی کار ما میخوریم، تو کار کن. خب سرد میشه، پاشو بیا. بعد از کارش درست بابا گشتمونه، زور که این خانوم نذاش ما غذا بخوریم شام که تو ما میشینیم این فیلممون. تو بیکار نیستم، پدر اینو بارا بهت گفت. خیلی خب، من اصلا فیلمو پلی میکنم، کنترل کن اینا آشش دیگه، هم کاری به ایشکی ندارم. خدافظ. هی شینگ 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 تو با بوش خوابت بزن. تعجبی کردی؟ کامبو؟